شاید یکی از بحث برانگیزترین موضوعها در عملکرد جنسی نقطه جی باشه که فقط و فقط با دخول عمیقه که میتونین زن رو باش ارضا بکنین. شاید خیلی از افراد از تاثیر نقطه جی توی ارگاسم اطلاع نداشته باشن. دوستای من، نقطه جی یه ناحیه تحریک پذیر جنسی هم در زنها و هم در مردان هستش. حتی میشه گفت که توی زنها حدود 2.5 سانتی متر یا بیشتر در داخل دهانه قرار داره و در دیواره بالای اون قرار گرفته. حالا اینکه چطوری دخول عمیق انجام بدین تا زن هم در حین رابطه واژینال به اورگاسم برسه، باید تا پایان ویدیو همراه من بمونین تا به جواب برسین. پس دوستای عزیز من، لایک کردن ویدیو و سابسکرایب کردن کانال من یادتون نره. چطوری باید نقطه جی رو در زنها پیدا بکنیم؟ برای خیلی از افراد پیدا کردن نقطه جی یک کمی دشوار هستش. بعضی هم فکر میکنن که عمل زیبایی واژن مانع از پیدا کردن نقطه جی میشه. در واقع روی هیچ تصویری از آناتومی بدن انسان نمیتونیم این ناحیه رو مشخص بکنیم، چون که این نقطه داخل بدنه نه بیرون. بهتره که برای پیدا کردن نقطه جی به جای جستجو کردن اون توی زمان فعالیت جنسی، خودتون رو برای یافتن اون آماده بکنید. نقطه جی در دیواره قدامی واژن حدود 5 تا 8 سانتی متر بالاتر از دهانه واژن قرار داره. برای پیدا کردن اون، زن باید به پشت دراز بکشه، کف دستای خودش رو بالای واژن قرار بده و یک یا دو انگشتش رو روی واژن قرار بده. با حرکت انگشت به سمت داخل واژن، بافت مجرای ادراری که حالت اسفنجی طور هستش شروع به متورم شدن میکنه. همین نقطه متورم در حقیقت نقطه جی هستش. در ابتدا باید با لمس این ناحیه توی خانوم ها یه حسی مثل نیاز به ادرار ایجاد بشه. بعد از چند ثانیه همین حس به یه حس خوشایند تبدیل میشه. واژن در مقایسه با خیلی از بخش‌های آلت تناسلی زن و به ویژه در مقایسه با کلیتوریس تعداد محدودتری پایانه عصبی داره. پس بنابراین دخول عمیق نباید تنها مسئله مهم برای شما باشه برای اینکه بخواید لذت رابطه جنسی رو تجربه بکنین. حتی میتونین از ماساژ کلیتوریس به وسیله دست هم به اورگاسم برسین. بهترین پوزیشن ها برای دخول عمیق واژینال اونایی هست که واژن رو به بالا نگه می‌دارن. من چند تاشون رو براتون توضیح میدم. توی روش سنتی که این وضعیت جز قدیمی ترین حالت‌ها برای رابطه جنسی هست، زن با پاهایی که باز شده به پشت می‌خوابه و هر دو تا زانوی خودش رو خم می‌کنه و پاهاش رو بالا میاره. حتی میتونه کف پاهاش رو روی زمین هم قرار بده. بعد مرد روی زن میخوابه و عمل دخول واژینال رو انجام میده. البته این حالت پایه مدل های دیگری هم هست. مثلا زن یه پا یا هر دو پای خودش رو بلند میکنه و مرد رو با اونها بغل میکنه، و یا اینکه اونها رو روی شونه های مرد قرار میده، و یا اینکه زانوها رو توی سینه خودش خم میکنه و کف پاهاش رو بالا نگه میداره، یا اینکه هر دو تا زانو رو از هم باز میکنه و پاها رو رو به دیوارهای طرفین نگه میداره. دوستای من، وضعیت سنتی بهترین پوزیشن برای یک دخول عمیقه، چون که بسیار راحت هستش و تماس دو بدن در اون کاملا اتفاق میفته. توی این حالت هر دو طرف روبروی هم هستن و تمام مدت میتونن همدیگر رو ببوسن و در آغوش بگیرن. توی این حالت زن میتونه آزادانه حرکت بکنه و مرد میتونه با بلند کردن خودش، با دستهاش یا بالا و پایین کشیدن خودش مانور بیشتری روی واژن بده. میتونه حتی با زانوهاش بخشی از واژن زن رو بلند بکنه و اون رو روی پاهاش بذاره. در رابطه واژینال این حالت بهترین حالت برای دخول عمیق هست، چون که وقتی زن به پشت میخوابه واژن رو به پایینه و رفتن آلت به داخل واژن و گذشتن از دهانه رحم و وارد شدن به عمق واژن راحت تر صورت میگیره. یکی دیگه از فواید این حالت اینه که این امکان رو فراهم میکنه که آلت مرد خیلی عمیق تر وارد واژن زن میشه تا اسپرم بعد از انزال مستقیما وارد دهانه رحم میشه. این حالت رو برای باردار شدن خیلی توصیه میکنه.
عزیزای من، برای لذت بیشتر از عمق دخول، مرد باید آلت تناسلی خودش رو تا حد امکان به عمق واژن فرو ببره تا کمترین میزان از مایع انزال خودش بیرون بریزه. اگر میخواید در حین رابطه جنسی تحریک نقطه جی زنا رو تجربه بکنید، پوزیشن های خاصی برای اون وجود دارن. پوزیشن هایی رو باید انتخاب کنین که به شما اجازه میده بر حرکات خودتون کنترل بیشتری داشته باشین. در این حالت میتونین بفهمین که از چه نوع تحریکی بیشتر لذت میبرید. پوزیشن های جنسی زیادی وجود دارن که میتونین در رسیدن به این هدف براتون موثر باشه. توی این ویدیو من براتون چند تا پوزیشن خیلی عالی رو معرفی میکنم، پس اگر دلتون میخواد بدونین کدوم هستن، باید تا پایان این ویدیو همراه من بمونید. اولین پوزیشن خوابیدن هر دو نفر به پهلو و در کنار همدیگه هستش. بهش میگن مدل قاشقی. یه حالتیه که انگار شما دو نفر مثل دوتا قاشق در کنار هم قرار میگیرین. مرد پشت زن قرار میگیره و زن هم پشتش رو به مرد میکنه و هر دو به یک سمت هستین. یکی از راه‌های خوب برای اون دسته از زوج‌هایی هستش که یه نفرشون اضافه وزن یا کمردرد داره. این کار رو میتونید هم به صورت رو در رو، طوری که مرد از پشت زن رو در آغوش گرفته و زن هم همینطور روش به مرد هست، میتونید انجام بدین و آلت مرد میتونه وارد واژن زن بشه در صورتی که یک پای زن رو بالا نگه داشته و همین که میتونه مرد از پشت زن رو بغل بکنه و از پشت آلت تناسلی رو وارد واژن بکنه. دخول از پشت طوریه که مرد از پشت آلت جنسی خودش رو وارد واژن میکنه. زن میتونه روی شکم دراز بکشه و هم روی زمین زانو بزنه و یا به پهلو دراز بکشه. مرد هم پشت اون میسته و یا اینکه زانو میزنه. این روش باعث میشه که آلت تا جایی که جا داره وارد واژن بشه. نیازی به گفتن این نیست که این پوزیشن رابطه جنسی برای دخول عمیق هستش و هرچی که باشه باید از کاری که میکنین نهایت لذت رو ببریم و این براتون نباید تبدیل به یه عادت یا یه کار خیلی عادی بشه. پوزیشن بعدی مدل زن بالا هستش. این پوزیشن به زن اجازه میده که کنترل کاملی روی ریتم، عمق و زاویه نفوذ آلت داشته باشه و میتونین روی پیدا کردن نقطه جی حتی تمرکز بکنین. فقط به جای بالا و پایین رفتن از حرکت جلو و عقب استفاده بکنین. در این صورت نقطه جی تحریک میشه. حالتش هم به این صورت هستش که مرد کاملا به پشت میخوابه و زن روی آلت مرد میشینه و زانوشو خم میکنه و روی زمین میذاره. توی این حالت میتونین سینه مرد رو با هر دو تا دستتون بگیرین تا تعادل داشته باشین. اگر خودتون رو بالا و پایین بکنین انزال مرد خیلی زودتر اتفاق میفته، ولی اگر خودتون رو به جای بالا و پایین عقب و جلو بکنین یا اینکه دایره وار در حالتی که آلت درون واژن هست خودتون رو بچرخونین، اینطوری میتونین حتی نقطه جی رو هم تحریک بکنین و هر دو با هم به انزال برسین. پوزیشن بعدی مدل پوزیشن دخول از پشت هستش. این مدل یکی از راه‌های عالی برای دستیابی به نفوذ عمیق‌تر در طول رابطه جنسی هست. برای انجام این پوزیشن فرد باید روی دست‌ها و زانوهای خودش قرار بگیره و مرد پشتش باشه. زن در زمان دخول سعی بکنه که روی ساعدهای خودش خم بشه و باسن خودش رو به عقب و به بالا فشار بده. اصطلاحاً بهش میگن داری استایل یا کت استایل. توی این حالت زاویه دخول تغییر میکنه و موقعیتی که برای زن مناسب تر باشه پیدا میشه. عزیزای من بهتون توصیه میکنم زمانی که دارین حالت داری استایل رو انجام میدین، سینه زن یا صورت زن میتونه روی تشک قرار بگیره و اینجوری قوس بیشتری به کمرش میده، باسنش بیشتر میاد بالا و دخول کاملا عمیق تر میشه و نقطه جی هم تحریک میشه.